با سلام و درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر و با سپاس از اینکه ساعتی از اوقات خودتون رو با ما میگذارید، من داریش ارجمندی به اتفاق همکارانم برنامه امروز جمعه 9 شهریور 97 برابر با 3 اوت 2018 رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ابتدای برنامه اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلاب ایران راهکارگر به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو خواهید شنید. در ادامه برنامه مجله کارگری رو خواهیم داشت که رفیقمون امیر جواهری زحمت تهیه و تنظیمش رو دیده و پایان بخش برنامه هم بخش هایی از یکی از ساخته های رضا علامه‌زاده به نام جنایت مقدس خواهد بود، با این امید که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. جنبش فراگیر و مستقل دادخواهی شهیدان جویباری از جنبش عمومی مردم ایران. 30 سال از فتوای خونین روح الله خمینی برای قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 گذشت. 30 سالی که درد و رنج این جنایت هولناک را بازماندگان و خانواده های آن جان باختگان با پوست و گوشت خود لمس و تحمل کردند و گاه چه غریبانه. امروز که تلیه های بیداری بزرگ در جریان است، باید بر این نکته تأکید کنیم که آن فتوای خونین رعدی در آسمان بی ابر نبود. آن فتوا بیان لخت و عور حاکمیتی بود که در هنگام سرزا مردن انقلاب مردم ایران اقتدارش را با کشتار بیشرمانه افسران ارتش شاهنشاهی در بالای بام مدرسه علوی به شیوه محاکمه های صحرایی به رخ کشاند و این شیوه حکمرانی فاشیستی در زیر هلهله های شادی انقلاب مردم توجه و تعمق کافی به دنبال نداشت. حاکمیت سیاسی سربرون آورده از انقلاب شکست خورده مردم که در برابر سوال فاشیزم کابوس یا واقعیت فاشیزم اسلامی را بر جامعه حاکم گردانده بود، از همان ابتدا فضایی را بر جامعه حاکم کرد که شاملوی بزرگ هوشیارانه آن را در 31 تیر 58 به تصویر کشانده بود. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر با کنده و ساتوری خونالود. حاکمان اسلامی که سلف داعشیان امروزند با کنده و ساتوری خونالود تمامی دهه خونین 60 را به قتل عام جوانان از جان گذشته مردم در 4 گوشه کشور مشغول بودند. کشتار در ترکمن صحرا، تیرباران ها در کردستان، تمام کش کردن ها و اعدام ها در تهران و شهرستان ها کار روزانه ساتور به دستان اسلامی بود. اما تنها دهه خونین 60 و قتل عام زندانیان سیاسی بیان تمامی جنایات جمهوری اسلامی نیست. در پیان شاهد قتل های زنجیره‌ای بوده ایم. صدها تن از روشن فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور توسط تیم‌های ترور جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. این رودخانه خونین جنایات حاکمان جمهوری اسلامی، شهدای جنبش ضد استبدادی 1388 و قربانیان مرگ‌های خاموش در زندان‌های قرون وسطایی را نیز در کارنامه خود دارد. و حالا با خیزش شورانگیز مردم در دیماه 1396 شاهد خودکشاندن زندانیان سیاسی و کشتارهای مخفیانه در زندانها و بیرون از زندانها هستیم. در شرایطی که جنگل شکوهمند مردم ایران به حرکت در آمده و قلعه استبداد به وحشت مرگ گرفتار گشته، باز شاهد پر شدن زندانها از فعالان کارگری، کنشگران صنفی معلمان، دختران خیابان انقلاب، دانشجویان پرشور
جوانان کرد و عرب و بلوچ در آویش نجیب این مرز و بوم، معتقدین به آیین بهایی، مدافعان محیط زیست، وکلای شجاع و شرافتمند و جوانان شورشی که خیابانها را به تسخیر خود در می آورند هستیم. زندانیانی که در بدترین شرایط قرار دارند و تأمین جانی در زندانهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی ندارند. فراموش نباید کرد که تمامی جناح‌های رژیم همین امروز هم از آن فتوای خونین و مجریان آن دفاع می‌کنند. تجلیل از جنایتکارانی همچون صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی و یا نقش امروزین سید ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی تردیدی باقی نمی‌گذارد که همان جنایتکاران در قدرتند و می‌توانند باز هم دست به جنایت بزنند. امروز که جویبارهای جنبش مردمی از هر گوشه این سرزمین دربند به حرکت در آمده، جنبش دادخواهی این خونهای پاک که در طول 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر زمین ریخته شده، می‌تواند به جویبار قدرتمندی در کنار دیگر جویبارهای اعتراضی مردم ایران تبدیل گردد. اما جنبش دادخواهی برای اینکه بتواند به نیروی تأثیرگذار تبدیل گردد، باید هم فراگیر باشد و هم مستقل. جنبش دادخواهی برای آنکه فراگیر و عمومی باشد، باید که از دغدغه‌های فرق گرایانه پرهیز کند. جنبش فراگیر دادخواهی نمیتواند تنها جنبش شهدای چپ باشد، نمیتواند تنها جنبش مادران خاوران و پارک لاله باشد. باید که مادران کرد، بهایی، دراویش و مذهبی مخالف استبداد دینی را نیز در بر بگیرد. میتوان و باید راه‌های این همگرایی و ارتباط میان بخش‌های مختلف جنبش دادخواهی را پیدا کرد و به ایجاد یک جنبش فراگیر کمک رساند. اما جنبش دادخواهی نه تنها باید فراگیر باشد، بلکه باید مستقل نیز باشد. جنبش مردم ایران بدون تأکید بر استقلال خود، بدون تکیه بر قدرت لایزال کارگران، زحمتکشان و مردم زرج کشیده این کشور و بدون ایستادن روی پاهای خود نمیتواند به سرانجامی خوش دست یابد. همین امر درباره تمامی جویبارهای این جنبش نیز صدق میکند و جنبش دادخواهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. نمیتوان از جنبش مستقل دادخواهی سخن گفت و همزمان از کنفرانس اسلامی و شیوخ مرتجع عرب برای دادخواهی خون شهیدان این مرز و بوم درخواست کمک کرد. نمیتوان ادعای دادخواهی خون شهیدان این مملکت را داشت و در این راستا بنیاد و نهادهای گوناگون با بودجه‌های دولت‌های امپریالیستی سازمان داد. نمیتوان مدعی دادخواهی خون شهیدانی همچون قاسملو، شرفگندی و دیگر رهبران و فعالان کرد یا هزاران شهید مجاهد که برخلاف رهبران سازمانشان دل در گروه آزادی و استقلال ایران داشتند، بود و همزمان به نجات پرستانی چون دونالد ترامپ، مایک پومپئو، جان بالتون و نتانیاهو و مرتجعانی چون بن سلمان دخیل بست. سازمان ما که همواره از آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، از آزادی‌های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان دفاع کرده، وظیفه خود می‌داند که در برابر پایداری و شجاعت ستایش برانگیز خانواده‌های عزیز از دست داده در تمامی کشتارهای 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشتند همسویی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آنها قرار داشته باشیم، اما وظیفه خود می‌دانیم که از آزادی عقیده و بیان آنها قاطعانه دفاع کنیم. بدون چنین دفاعی نمیتوان شرایط شکل‌گیری یک جنبش قدرتمند توده‌ای که در راستای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم راهپیمایی میکند را تسهیل کرد. تنها از این طریق است که میتوان بر شکست‌های پیاپی جنبش‌های سیاسی، دموکراتیک و اجتماعی مردم ایران
در 100 سال اخیر نقطه پایان گذاشت و در شرایط بیداری تازه‌ای که در حال شکل‌گیری است، با اتکا به درکی روشن از فردایی که خواهان ساختن آن هستیم، از پرش در تاریکی حذر کنیم. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، چهارشنبه 7 شهریور 1397 برابر با 29 آگوست 2018. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. امیر جواهری هستم. در ارائه برنامه مجله کارگری با شما خواهم بود. پرسنل شرکت کیکسبز در شهرک صنعتی خرمشهر به دلیل عدم پرداخت حقوق‌های معوقه خودشون دست به اعتصاب زدن. اساساً در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، مسئله حقوق‌های معوقه یکی از شاخصه‌های بزرگ اعتراضاتی بودی که پیش پای ماست. اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران، آن هم باز در اعتراض به حقوق‌های معوقه، وارد چهارمین روز خودش شد. با سلسله اعتصابات رانندگان کامیون که از چند پیش شروع شده، همچنان در طول روزهای گذشته روبرو بودیم. از جمله در خبرها هست که اعتصاب رانندگان کامیون مشهد مقابل استانداری، مقابل ستاد شهرداری، به دنبال فراخوانی که اتحادیه هماهنگ کنندگان رانندگان کامیون کشور برای ادامه اعتصابات رانندگان داد، در واقع تجمع کردن. ایزن با تجمع رانندگان کامیون در اهواز رو هستیم که آنان نیز به دنبال همین فراخوان از مدت‌ها پیش که در دستور کار بخش‌های وسیع از رانندگان در جابجایی کشور به ویژه در بندر عباس بود، به این حلقه اعتراضات پیوستند. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، شهر مریوان در واقع آبستن حادثه‌ای بودی که میشه گفت که جدا از کردستان تمامیت جغرافیای ایران رو در واقع تکون داد. و اون این بود که این بار پیکر فعالان محیط زیست، از جمله دو فعال شناخته شده اون خطه و دو تن از نگهبانان جنگل رو که برای خاموش کردن آتش در جنگل ها دست به فعالیت زده بودن، پیکره سوخته اونها رو مردم بر دوشای خودشون گرفتن و تلاش کردن که از او بدل به یک حرکت اعتراضی بزرگ بسازند که این در سطح شبکه های مجازی بازخورد خیلی وسیعی داشته و کلیپ هایی که تو این رابطه دست به دست گشته تا به امروز معید اینه که در واقع شعارها و همه اون سطح از دشواری هایی که موضوع آتش خوردن جنگل ها و تخریب محیط زیست برای شهروندان مختلف خطه کردستان داشته، در کنار پیکره سوخته این چهارتن به نوعی دهن وا کرده. تلویزیون رای کارگر در این رابطه برنامه مستقلی داشته که من دیگه به اونها اشاره نخواهم کرد. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که باز در سنندج یک تن از فعالین شناخته شده اونجا که در مراسم نوروز گذشته شرکت کرده بود، این رو به حبس و جریمه نقدی متهم کردن یا محکوم کردن. خوبات شکیبا در شعبه 103 کیفری سنندج به اتهام تجمع غیرقانونی شرکت در مراسم نوروز به 3 ماه حبس تحذیری و پرداخت 1,500,000 تومان جزای نقدی محکوم میشه. تو خبرها هست که یک کشتی بزرگ در جزیره کیش در طول روزهای گذشته آتش گرفته و پیکره 4 کشته اون آتش سوزی رو در واقع به نوعی دست به دست کردندن. خود این ماجرا هم حادثه بزرگی که گره میخوره به حوادثی که در دریای عمان و خلیج فارس باش رو هستیم که حتما در برنامه امروز بهش اشاره خواهم کرد. در طول
روزهای گذشته خبر بس اسفبار دیگر باره رامین حسین پناهی توسط بستگان او و به ویژه برادرش که فعال این عرصه هست در سطح شبکه‌های مجازی دهن وا کرده که حسین پناهی ضمن اینکه تا به امروز ایستادگی کرده و به حکم خودش معترضه، این بار دهان خودش رو دوخته و دست به اعتصاب غذایی زد. امجد حسین پناهی توی اینستاگرام خودش این موضوع رو نوشته و خبری داده مبتنی بر این که پدر اینها نیست در کردستان در وقتی که فریاد بچه خودش شنید که این بار لباش دوخته و دست به اعتصاب زده، او نیز در پیوند با فرزندش دست به اعتصاب زده در شرایط اجتماعی کردستان. مردم رو به استمداد طلبیدن. به هر حال مسئله رامین حسین پناهی یک بار دیگه در طول روزهای گذشته دهن باز کرده که به هر حال جای مکس و تحمل داره. در طول روزهای گذشته دو نامه از محمود بهشتی لنگرودی، معلم شناخته شده ایران که در زندان اوین به سر میبره، به دست ما رسیده. یک خبر که در واقع همراهی، همسویی، همنوایی او رو با خانواده هایی که در مریوان عزیزان خودشون رو از دست دادن، به ویژه در پیوند با شریف باجبر داده شده، که چرا که شریف از چهره هایی بوده که روزگاری در پیوند با خود محمود بهشتی لنگرودی رکاب زده و از مریوان به تهران اومده و خودش رو در واقع به منزل محمود بهشتی رسونده، با همسرش خانم آدینه بهی همراه شده، همینطور که با دیگر فعالین عرصه جنبش کارگری هم در این رابطه معین از خودش هم‌آوایی نشون داده، از جمله برای رضا شهابی و همینطور برای دیگر فعالین عرصه کارگری. نامه دیگری که محمود بهشتی نوشته در اعتراض به وزیر آموزش پرورش بوده که بهش گفته که حرفایی که تو چند روز پیش در گفتگوی با رسانه ها زدی همش پایش دروغه و هیچ کدوم از این مصادیقی رو که در ارتباط با وضعیت ما که در زندان ها هستیم، از جمله خودش اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، هیچ حرکتی نکردی. این در واقع دروغ ها هیچ پایه و مایه‌ای نداره و من از زندان برای تو پیام میفرستم و تو رو در واقع حرفهای تو رو تکذیب میکنم. چند حرکت دیگر در روزهای گذشته شاهدش بودیم، از جمله تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج بوده که بر پایه خبرهایی که در سطح شبکه‌های مجازی دست به دست میگرده، این تجمع در برگنده 250 نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج بوده که با پهن کردن سفره خالی در مقابل سازمان همیاری شهرداری های استان در اعتراض به عدم برابر شده حقوقهای معوقه و دیگر مطالبات خودشون دست به اعتراض زدن. موضوع سفره وا کردن و سفره های خالی رو به نمایش گذاشتن و ازش عکس و فیلم گرفتن و در سطح شبکه های مجازی گردوندن، امروز به یک سطحی از نمایش اعتراضی بخشای وسیعی از مطالبه‌گران جنبش اعتراضی است، از جمله پرستاران، از جمله کارکنان بیمارستان ها، خود معلمان و دیگر گروه بندی های مختلف اجتماعی. در رابطه با ادامه اعتصاب کارگران راه آهن خط آذربایجان، تو خبرهای روزهای گذشته بوده که این بار اعتصاب 600 تن از کارگران راه آهن توی مرن، توی جلفا، توی هادیشهر، تو عجبشیر در پاسخ به فراخوان قبلیشون در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه از حقوقهای معوقه اونها سازمان داده شد. اما حرکتی رو در شهر یزد شاهد بودیم از طرف مردم، به خاطر اینکه تو خبرها بوده که مردم یک اجتماع اعتراضی رو سازمان دادن و به رئیس بر علیه رئیس بیمارستان شعار میدادن و ازش میخواستن که استعفا به استعفا بده. اینها در برابر بیمارستان یزد در اعتراض به کشته شدن دختری که در اثر تزریق آمپول اشتباهی فوت کرده بود، این حرکت صورت گرفت. فیلم و عکس‌هاش تو سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست می‌گرده. موضوع کشته شدن
افراد معینی در سطوح بیمارستان های مختلف کشور به ویژه در کلان شهر تهران به دفعات در سطح شبکه های مجازی بازخورد پیدا کرده، ولی کسی نیست که به این اعتراضات و خواستهای مردم به نوعی بخواد پاسخ بده. در طول روزهای گذشته خبری که به شدت داره دست به دست میگرده در رابطه با اینی که اونچه که مربوط به درآمد حاصل از صدور هندوانه به کشورهای همسایه ایران هست، در تیتر خبرگزاری ایسنا آمده که طی 4 ماه ایران به اندازه 100 کرج آب رو در قالب هندوانه صادر کرد. ماجرا اینه که هندوانه جزء اون سطح از محصولات صیفیه که به شدت آب بره، یعنی برای به عمل آمدن میبایستی وسیحاً بهش آب داده بشه. و ما بیشتر در مجله کارگری این خبر رو داشتیم که در سطح جنوب ایران مردم که هندوانه ها رو آوردن با اون سطح از دشواری هایی که از بیابی در اون منطقه هست، ولی به دلیل اینکه کامیون ها پای اعتصاب بودن و نرسیدن به موقع در مقابل حجم دستاورد کشت اونها بتونن هندوانه ها رو صادر بکنن، بخش های وسیع از این هندوانه ها به دور ریخته شد به خاطر اینکه در اون گرما پخته بود و قابلیت استفاده نداشت. به هر حال این خبر ایسنا امروز به شکل وسیع با معیارهای گوناگونی که در قالب استفاده از برآورده آوردن هندوانه که چقدر میتونه آب مصرف کنه، او تشبیه کرده به اینکه در فاصله 4 ماه ایران به اندازه 100 کرج آب رو در قالب هندوانه جمهوری اسلامی صادر کرد. به ظاهران معتقده که با صدور این هندوانه این حد ارز وارد کشور شده. اما خبری رو که در رابطه با سید حضور چینی ها و کشتی های اونها در جنوب، بیشتر به این خبر من اشاره داشتم توی مجله کارگری، ولی الان به دلیل اینکه در سطح خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول شاپور کاکویی که در واقع معاون سید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایرانه، تو نشست خبری که بود او ضمن اینکه بیشتر در سطح خبرگزاری های مختلف مسئله حضور کشتی های صیادی چین رو منکر شده بود، امروز مجبور شده که در سطح خبرگزاری در واقع ایلنا واگویا بکنه به این که بله مجموعه سید این کشتی ها 27 هزار تونه که از این دارم 17 هزار تونه اون مربوط به فانوس ماهی ها هست، 3 هزار تونش ماهیان بال اسبی حرامگوشن و 2 هزار تونش هم سایر ماهی ها هستن. به جالب اینه که او مدعیه که بخشی از این کشتی ها مال هندی ها هست که در شناورهای صیادی میشینن و به سید مشغولن و بخشی از اینا هم مربوط به کشتی های در واقع چینیه که در سطح منطقه هستن و دارن بقول مردم یعنی صیادان علال عموم در سطح منطقه دارن منته اقیانوس رو با این سطح از تورهایی که میندازن میروبن. منتها این فرد یعنی کاکویی که در مقام اداره شیلات هست، سازمان شیلات هست، در اساس ممکنه وجود چنین کشتی‌هایی بوده، ولی وقتی که فیلم و عکس ها و مقالات گوناگون و گفتگوهای گوناگون و رسیدنش به سطح تلویزیون سراسری کشور و حتی تیک گفتگویی که با ظریف به عنوان وزیر امور خارجه شده، همه به همه وسیله شده که او مجبور بشه بیاد بگه که آره این هست. ولی واقعیت مسئله اینه که توی این میانه کی گفته که بخشی از نیروی کاری صیادان جنوب هم مشغول کارن؟ خود صیادان میگن که با حضور چینی ها و سطح کاری که اونا دارن میکنن یک نیروی عظیم صیادی جنوب که به شکل سنتی تا حدی که طی سالها جاری و ساری بوده به کار صید مشغول بودن، نزدیک 24 تا 25 هزار نفر از ادامه کاری خودشون باز میمونن. دو نکته خبری هست که
مکس ویژه میتونه، یکی سطح اعتراضاتی رو که توی هفت تپه هست و سطح اعتراضاتی که کارگران فولاد اهواز از خودشون دارن نشون میدن. واقعیت مثلا اینه که در حرکت روزهای گذشته کارگران اهواز تلاش کردن که بتونن تجمعات خودشون رو به یک سطح موفقی پیش ببرن و توی این رابطه تا حد زیادی تونستن اعتراض خودشون رو به سامان ببرن و صدای اعتراض خودشون رو وسیع تر از اون چیزی که تا حالا بوده به گوش مسئولین برسونن. ولی واقعیت مثلا اینه که مسئولینی که تا به این روز صحبت کردن و حتی صحبت های اونها به سطح خبرگزاری کاریان ایلنا پاسخور پیدا کرده، خیلی سریع گفتن که آقا ما از تأمین اولیه مواد مورد احتیاج این کارگران در واقع نمیتونیم تأمینش بکنیم و همین عدم تأمین وسیله میشه که نتونیم به حقوقهای اونها و مطالبات اونها چکار بکنیم تم بدیم. اما مسئله اعتراضات پیگیرانه کارگران هفت‌تپه طی روزهای گذشته به شکل وسیعی بازخورد پیدا کرده، چه در سطح خود کانال تلگرامی هفت‌تپه و چه در سطح سایت ها و وبلاگ ها و شبکه های وسیع مجازی. کارگران اعتصابی نشگر هفت‌تپه فرماندار شوش رو هو کردن توی روزهای گذشته که تجمع کرده بودن. حدود 600 کارگر نشگر هفت‌تپه بیش از 3 ماهی که او نگرفتن و علاوه بر اون دستمزد صدها کارگر نیبر طی 2 ماه اخیر پرداخت نشده. فرماندار شوش در جمع کارگران اعتصابی روز چهارشنبه 7 شهریور با تکرار همون وعده های در واقع توخالی که تا به امروز به کارگران داد تلاش کرده بود، تلاشش برای این بوده که اونا رو آرام بکنه، ولی کارگران خشمگین و تجمع کننده در واقع در واکنش به درخواست فرماندار عدنان عزیزی فرماندار شوش او رو هو کردن و سعی کردن که به نحوی دنبالش بکنن. به هر حال همچنان حرکت کارگران هفت‌تپه داره دنبال میشه. اما خبری رو که در برنامه پیشین مجله کارگری هم قولش داده بودن رو بایستی روش مکس بکنن، مسئله بیکار شدن نیروی وسیع و گستردهیه که تو سطح خودروسازان پیش روی ماست. اون سندی رو که با امضای سید مرتضای مرتضوی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروسازان انتشار پیدا کرده، نوید این میده که اگر چنانچه قطعات مختلف این صنعت که خریداری شده یا سفارش داده شده وارد کشور نشه، در شهریور ما اونها با موج بیکاری نزدیک به 450 تا 500 هزار نفر روبرو هستن. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و این نکته رو بگم که اساساً کارگران ایران در شرایط بسیار بدی هستن و شرایط بسیار بدی رو دارن تحمل میکنن. عدم امنیت شغلی برای کلی کارگران امروز عمومیت داره و اونها مجبورن که به خاطر ترس از اخراج از بسیاری از حقوق خودشون چشم بپوشن و میشه گفت که روزی نیست که خبر اخراج بیکار شدن کارگران تو سطح شبکه های مجازی یا در دل این اعتراضات و اعتصابات به هم کنه و به گوش ما نرسه. اما چاره کار چیه؟ آیا میبایستی دست به دست گذاشت و منتظر این بود که مثلا نیروی بیکاران 400 هزار نفری بریزن تو خیابون و تجمع بکنن و بگیم که امنیت شغلی مثلا 450 هزار کارگر و خانواده های اونا که بالای 1 میلیون رو مثلا شامل میشن، 1 میلیون بیشتر رو شامل میشن توی جامعه بیکاران. واقعیت مثلا اینه که سازماندهی بیکاران به عنوان یک لشکر شورشی و آسی نیروی عظیمی رو به جنبش اعتراضی ما پیوند میزنه. یعنی کارگری که داره کار میکنه از حقوق خودش محرومه، پرستاری که کار میکنه حقوق نمیگیره، معلمی که کار میکنه حقوق نمیگیره، نمیدونم دانشجویی که از ادامه تحصیلش وامینه، بازنشستهی که نسبت به تضمین حقوق خودش همواره با دشواری روبرو میشه، اینا اون نیروی عظیمی هستند که در مقابل شکستن تضعیف موقعیت دیکتاتوری و تقویت پیکار در واقع ضد دیکتاتوری یک نیروی بزرگ و بسامانی هستند اگر چنانچه به هم گره بخورند و بتونن
تشکل بزرگ بیکاران رو ایجاد بکنن. ایجاد تشکل بیکاران در پیکره میلیون ها بیکاری که تو صحنه رودرویی ها و مبارزه طبقاتی امروز وجود داره، بر سر دست پیدا کردن به کار و اساساً با شعار بازگشت به کار خودش، یکی از تعیین کننده ترین تشکل هایی میتونه باشه که امروز بتونه اهمیت بس سازمان بخشنده ای تو جنبش به خودش بگیره. تلاش باید بر این باشه یا تاکید بایستی بر این باشه که امروز بیش از هر موقعی سازماندهی بیکاران، فراخوندن نیروی عظیم بیکاران به ویژه جوانان بیکار در بهره برداری از پیوندهایی که تو سطح خانوادگی، دوستی، آشنایی با دیگر بیکاران دارن، امروز میتونه اونها را به چرخه عظیم سازمانگران در واقع جنبش بیکاران و بدل شدن اونها به یک نیروی متشکل تعریف کنه. از این رو من تاکیدم بر اونه که امروز قدرت میلیونی که میلیون ها بیکار تو سطح جامعه ما دارن با شعار بازگشت بر سرکار و دست پیدا کردن به کار، میتونن خودشون رو در یک ظرف بزرگی سازمان بدن و این ظرف بیش از هر موقعی امروز بسترش فراهمه و کافیه که هر کسی بتونه توی پایگاه خودش در واقع امر متشکل شدن رو به سامان ببره و اینها در یک پیکره بزرگ نسبت به امر اخراج ها و بیکار شدن از کار خود، چون که هر روز اونها رو تهدید میکنه و ویژه اون چی که مربوط به کارگران خود رو سازانه، ما بتونیم بر این مسئله فایق بیاییم و دشواری ها رو قبل از این که بدل به یک موزلی بزرگتر و چرکین تر از اون چیزی که تو جامعه هست بدل بکنه متشکل بشیم. برای شما بینندگان عزیز برنامه مجله کارگری بهترین ها رو آرزو دارم. شاد و سربلند باشید. همونطور که در اعلامیه هیئت اجرایی سازمان امم هم بهش اشاره شده بود، جنایات جمهوری اسلامی محدود به اعدام زندانیان سیاسی نبود، بلکه از طریق ترور مخالفین و دیگراندیشان در داخل و خارج از کشور، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا سیاست کشتار و رعب و وحشت رو در میان مردم ایران تثبیت بکنه. رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان نامدار کشورمون، در یکی از ساخته‌های خود به نام جنایت مقدس به ترورهای رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور پرداخته. بخشی از این فیلم رو براتون انتخاب کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. با سپاس از رضا علامه‌زاده برای اینکه به ما اجازه استفاده از این فیلم بده. سپتامبر 92 که یه روز پنجشنبه‌ای بود، داخل این رستوران که قبلا یه رستوران یونانی بود به نام میکونوس، الان تابلوش تغییر کرده اینا، ما اونجا دور یه میزی در اتاق عقبی رستوران نشسته بودیم. حوالی ساعت 23 بود که در حالی که ما مشغول گفتگو بودیم، یه صدای غیر عادی شنیدم. یک فوش بود، یک فوش ایرانی به اسم مادر قهوه ها، که من نگاه کردم به طرف اون در اتاق جنبی که ما در داخلش نشسته بودیم، هیبت یک آدمی رو دیدم حدود 180 سانت قد که تا زیر چشمش رو پوشونده بود و اونچه که به خاطر دارم یک اسلحه دستش بود که روش رو یک دستمالی انداخته بود، یک پارچه روشن رنگ روشنی انداخته بود. اونچه که به خاطر دارم دو رگبار گلوله بود، یک مکس کوتاهی در بین اونها و بعد یک تکانی به میز و سکوت بیشتر. سرم رو که بلند کردم سمت راست خودم، دیدم نوری به سمت من خم شده
خون داره از دماغش میرزه بیرون، روی پیراهن منم خون ریخته بود و داشت صدای خورخور میکرد. سمت راست عزیز دکتر شرف، سمت راست نوری دکتر شرفشنی به طرف نوری خم شده بود که هیچ صدایی ازش نمیومد و در مقابل یعنی آن سوی میز فتا اردلان در یک حمام خون افتاده بود روی زمین. مردم کردستان ایران از آغاز جنبش برای کسب ابتدایی ترین آزادی های اساسیشان بارها رهبرانشان را قربانی دادند. کردهای ایران با همه فداکاری هایشان در به ثمر رساندن انقلاب 1979 سهمی جز جنگ تحمیلی و کشتار رهبرانشان از انقلاب اسلامی نبردند. دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در تلاش برای برون رفت از برادرکشی 10 ساله در جلسه‌ای با فرستادگان جمهوری اسلامی در تابستان 1989 در وین به قتل رسید. اما چگونه قاسملو و یار همراهش قادری آذر بی محافظ به قتلگاهشان کشیده شدند؟ بعد از شکست خمینی یا نوشیدن جام زهر به اصلاح بگیم در جنگ ایران و عراق، تحلیل حزب ما این بود که این رژیم ناچار به منظور بازسازی مملکت، حالا که با دشمنی دیرینه خود، با کسی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی تا رفع فتنه، ضد صدام شعار میداد و وقتی احساس کردیم که این با صدام اومد صلح کرد، قبول کرد که با مذاکره کنه، تحلیل ما این بود که حالا که اینطوری هست که ما که بیگانه نیستیم، ما ایرانی هستیم و میتونه با حزب دموکرات کردستان ایران مذاکره کنه. پیغامایی که رد و بدل کرده بودن، سفارش هایی که فرستاده بودن، اینو نوید میداد که جمهوری اسلامی خدای نخواسته سر عقل اومده و میخواد مذاکره کنه. با این پیغام ها و با این نمیدونم وسطات هایی که درست کرد، دکتر قاسمی به سر میزی مذاکره کشند و مسلمن اینو باید بگم که توطئه بود، طلب بود. گرچه رژیم اتریش با آزاد کردن متهمان قتل دکتر قاسملو راه را بر کشف و افشای این جنایت بست، دادگاه جنایی برلین تاکنون دست دولت آلمان را از مداخله در جریان محاکمه متهمان قتل جانشین او دکتر صادق شرفکندی کوتاه کرده است. محاکمه 5 تن از متهمان دستگیر شده جنایت میکونوس که از 28 اکتبر 1993 آغاز شده است، حول محور حساس دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در این جنایت دور میزند. گرچه این محاکمات به دور از چشم دوربین رسانه‌های گروهی جریان دارد، اما اخبار آن به خاطر علنی بودن در پشت درهای بسته دادگاه نمی‌ماند. چه در میان مطبوعات و چه در میان دستندرکاران قضایی و جنایی این واقعه، هیچ شبهه‌ای در مورد شرکت مستقیم رژیم جمهوری اسلامی، برنامه ریزی و هدایت تروریست ها برای انجام این واقعه وجود ندارد. در زندان جنایی موابیت برلین، 4 تروریست لبنانی، یوسف امیل و عباس رایل به اتهام شرکت مستقیم در جنایت میکونوس، محمد آتریس و عطاالله عواد به اتهام همکاری با آنها، در کنار کاظم دارابی رهبر ایرانیشان زندانی‌اند. کسی که اگر به دام پلیس نمی‌افتاد، ردپایی از رژیم جمهوری اسلامی در این جنایت باقی نمانده بود. من که مدارک اونها رو ندیدم، منتها اولا مطمئنم که این نظر دولت آلمان نیست و ثانیاً رأی اصلی رو رئیس دادگاه و قاضی میده و در اون مورد هم من مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم. آنچه ایشان ندیده است، اطلاعیه مطبوعاتی دادستانی کل فدرال آلمان است که در تاریخ 17 می 1993 علیه 4 تروریست لبنانی و رهبر ایرانیشان صادر شده است.
در این سند از کاظم دارابی مشخصاً به عنوان مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران واواک و عضو سپاه پاسداران نام برده می شود. رابطه کاظم دارابی با سفارت جمهوری اسلامی در بن عملکرد این سفارتخانه را زیر سوال برده است. این رابطه اما در چه سطحی بوده است؟ چیزی به جز یک رابطه‌ای که تمام اتباع ایرانی با نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی ایران دارن بیشتر از اون نه. این که گاهی اوقات مراجعه کنه به سفارت یا به سرکنسولگری ما در برلین که پاسپورتش تمدید بشه، تجدید بشه. Aber es ist nun mal deutlich, dass zum Beispiel Herr Darabi روشن است که آقای دارابی از زمان دانشجویی هر وقت مشکلی داشت از سفارت ایران کمک می گرفت. دارابی در سال 1987 وقتی به مشکل تمدید اقامت برخورد، سفارت ایران تمام تلاشش را کرد و از دولت آلمان تقاضا کرد مشکل او را حل کند. مسلماً او از آشنایان قدیمی این سفارت است. gebeten doch Herrn Darabi besonders zu helfen und so weiter. Also er ist schon ein alter Bekannter dieser Botschaft. شواهد و مدارک بجامانده از جنایت میکونوس این بار این فرصت را فراهم آورده است تا فرشته عدالت بتواند از این آزمون سربلند به درآید. در میان اسناد جنایت میکونوس سیاهی وجود دارد که به لیست ترور معروف شده است. اگر وجود این سیاهی که ولیعهد شاه، رئیس جمهوری سابق و رهبران جریانات سیاسی مختلف را در کنار شاعر، فیلمساز، طنزپرداز، وکیل و روزنامه‌نگار مخالف ردیف کرده است واقعیت داشته باشد، اجرای آن بدون سازمانگری حرفه‌ای ناممکن می‌نماید. در 6 اوت 1991 دکتر شاپور بختیار در خانه مسکونیش در سیوغن از حومه پاریس به قتل رسید. دکتر بختیار از یاران جوان مصدق در جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران بود که با سرنگونی او در کودتای آمریکایی 1953 سالها به زندان افتاده بود. با زبان کشیدن شعله های انقلاب، جبهه ملی ایران که فعالیتش را از سر گرفته بود به دو شاخه تقسیم شد. مهندس مهدی بازرگان و دکتر شاپور بختیار که سالهای سکوت را با هم گذرانده بودند، در سالهای قوقا از هم جدا شدند. یکی به قصد حمایت از انقلاب سروری خمینی را پذیرفت و دیگری به عزم حراست از قانون اساسی به اردوی شاه پیوست. وقتی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر خمینی معرفی شد، بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر شاه وطن را ترک کرد. اولین سوءقصد به جان دکتر بختیار برای پلیس فرانسه دو کشته و یک فلج مادام العمر به جای گذاشت و برای عامل ترور انیس نقاش تروریست لبنانی حبس دائم به همراه آورد. حبسی که پس از 10 سال به ناگهان بخشوده شد. We promised them to make or influence. ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد
در عوض کارهایی برای ما بکنن که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. Special envoy that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. عفو بزرگوارانه فرانسوا میتران نه تنها جهانیان را حیرت زده کرد، بلکه خشم همبندان فرانسوی انیس نقاش را دیوانه‌وار برانگیخت. همبندانی که با جرائمی به مراتب کم اهمیت‌تر هرگز مشمول این بزرگواری نشده بودند. دومین تلاش برای ترور دکتر بختیار به نتیجه می‌رسد. تروریست هایی که با مأموریتی مشخص از ایران آمده بودند، علی وکیلی راد و محمد آزادی، درهای بسته و دائما مراقبت شده خانه شاپور بختیار در سیوغن پاریس را با همکاری فریدون بویرحمدی، خانه آشنای مورد اعتماد او، باز می کنند. این اعتماد بی پایه اما از کجا آغاز شده بود؟ می دونید که بویرحمدی از خایفای بویرحمدی بود. بویرحمدی ها خب با ایلات بختیاری یک نوع رابطه ایلیاتی عشایری قدیمی دارن و آقای بختیار از سرنوشت و گذشته این شخص اطلاعات داشته، نسبت به او یک نوع حس ترحم داشته و این هم خودش رو آمده جزء افراد عشایری دیگری که خیلی بودن از عشایر نقاط مختلف کشور که در این 10 سال در خارج از کشور با دکتر بختیار ابراز دستان دکتر بختیار ارادت کردن و دست همکاری دراز کردن و از منطقه لرستان بختیاری ها و عشایر بودن هم در بین آنها خیلی بودن، این هم جزء اونها خودش آمده و نزدیک کرده و خیلی نزدیک شدنش، ورودش و نزدیکیش با شخص دکتر بختیار از این لحاظ خیلی طبیعی بود. قاتلین آخرین نخست وزیر شاه و پیشکارش سروش کتیبه که به ظاهر برای دادن اطلاعات مهمی به دکتر بختیار از ایران آمده بودند، عملیات کشتار را با سرعتی باور نکردنی به پایان بردند. یک شونپا شد از اتاق نشیمن، رفت و آشپزخانه و به آقای کتیبه گفت که حال دکتر بختیار خوب نیست. ایشون پا شد، داشت تلفن میکرد و اون موقع تلفن خورد زمین. به سرعت آمد وارد سالون بشه، اون موقع چاقو خورد. یکی از اونها که خونه رو خوب میشناخت چاقوی دیگری از تو آشپزخونه برداشت و داد به اون دو نفر دیگه و کارو اینجور تمام کردن. یعنی همش در هر صورت با 30 ثانیه تمام شد. اینا تمرین داشتن مسلمه. پلیس های محافظ دکتر بختیار 36 ساعت پس از وقوع جنایت از وجود اجساد مسله شده او و سروش کتیبه در خانه آگاه شدند، تأخیری که فرصت کافی برای فرار قاتلین و گذشتن از مرز فراهم آورد. از 3 متهمی که مستقیما در این جنایت دست داشتند، تنها علی وکیلی راد در حالی که سرگردان در کنار دریاچه ژنو قدم میزد دستگیر شد. او طبق قرارداد بین المللی استرداد مجرمین به دولت فرانسه تحویل داده شده است. پلیس غافلگیر شده فرانسه اجساد 2 قربانی این جنایت را پس از 2 روز از خانه خارج می کند. اما این پرسش بر جا می ماند که پلیس هایی که به طور مداوم در محل حضور داشتند و با تجهیزات کامل در زیرزمین خانه دکتر بختیار مستقر بودند، تا چه میزان به وظایف خود عمل کردند؟ اگر کاری که میبایستی، اون کار مخصوص که میبایستی بکنن و نکردن انجام شده بود، اون موقع ما میتونستیم خبردار بشیم و دنبالشون. اون کار مخصوص حالا بعد از گذشت چند سال از این مسئله بازم بیانش فکر میکنی مشکل میشه؟ نه لا بهتره نکن، چون کار پلیسیست که میبایستی بکنن و نکرد. از این 3 نفر 2 نفرشون برای دریافت اوراق هویتشون داخل اتاق مراقبت نمیشن و بویرحمدی به تنهایی میره و هر 3 پاسپورت رو میگیره و خارج میشه و این مهمترین، البته این کار دیگه انجام شده بوده وقتی که این اوراق هویت اینا پس میگیرن، ولی
این عدم دقت مامورین موجب میشه که اینها در همونجا دستگیر نمیشن، چون به طوری که بعدها معلوم شد و حد زده میشه اون دو نفری که برای از ایران آمده بودن و برای گرفتن اوراق هویتشون مراجعه نکردن، لکه های خون روی لباسشون بودن. تاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاه به تنش رخت عذاب، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه شنبه روز بدی بود، روز بی حوصلگی، وقت خوبی که می شد غزلی تازه بگی، ظهر یک شنبه من
جدول نیمه تموم، همه خونه هاش سیاه، روی خونه جاودشون صفحه کهنه یاد داشتای من. گفت و شنبه روز میلاد منه، اما شعر تو میگه که چشم من تو نخ ابر که بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. تو هم مؤمن نبودی، بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم با من نبودی یار، ای آوار، ای سیل مصیبت با برنامه بعدی تلویزیون راه کارگر. اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو داریم. شاد و پیروز باشید.